malmota nezun kalamun katunko salamuna o niki hilim mane wiaram khwahim khushala im chinan da hewat watale nabale sirf yawaze hunarmanda ya ham yawaze sandargare na ha hasuk der pejanam che jurnalista da aw pa siyasi adiki kwe ham watale da hamdaranga tarsangi idui hadaf idui maqsad یو کتاب لیکون کی هنرمند ژورنالیست او د سیاسي روابطو ترڅنګ پاتشوی زوانا د دوی موقف د دوی هدف زتا ست در پیژنم لدی نه مخکې چې زه د مجدا جمال زاده سره لنډه مرکه ولرم زموږ د مرکه هدف موخه دا ده چې د دوی یوازې په هنر خبرې نه کوو چې دوی ولې سندرې وایي مون بدال دې څخه واورو چې دوی هنرمند ده او که تر څنګ نور هدفونه هم شته رازو مجدا جمال زاده ده سلام خوش آمدین صفا اوردین د شهر زیبای لون د سویدن سلام به شما سلام به بینندای عزیز ملمو تی وی و به تمام لوند شهر لوند خدا کنه همه شما جور صحتمند باشیم و شما که بر ما وقت دادین که با شما باشیم تشکر خواهش میکنیم مجدا جان پیشتر ما خودی تا نه تنها که شما هنرمند هستین معرفی کردین با بله. ما شما را معرفی کردیم ژورنالیست ما شما را معرفی کردیم روابط سیاسی پشتو کم کم یاد گرفتیم و ما قسمی که ما و دوستا درک کردن فهمیدن که شما نه تنها با خاطر استیج با 501000 نفر میخانید 35 میلیون نفوس افغانستان با اطفال با زن افغانستان بگوین با بیننده ها که نخیر شما صرف هنرمند نیستین و هدفتان هنرمندی نیستن هدفتان قسمی که ما مصاحبه شما را دیدیم شما خودتان گفتین که ما مجبور با آهنگ خواندن شدیم همونطور است؟ بله شما خوب متوجه هستین فکر میکنم که مصاحبه قبلی ما شنیدین که و تشکر از اینکه درک کردین و فهمیدین که با راستی بر ما امی که پای ماندم به سی موسیقی یک کم مجبوری بود و خودم زیاد علاقه نداشتم به سی موسیقی و همچنان بسیار یک آدم شای بودم دیگه زیاد جرات نداشتم که پیش روی مردم آواز بخوانم یا صحبت کنم خوش داشتم اما تنها در گوشگک خود باشم اما دیدم که چی حالت است در دنیا و مخصوصا چی حالت در افغانستان خانمای افغان چقدر زجر کشیدن دخترای جوان افغان چقدر این امیال زجر میکشن من گفتم باید یک کار کنم و در اون وقت پدر جانم برم یک ایدیا داد گفت بسیار گفت از همه چیز کده امی میدیا قوی ترین چیز است. اگر آدم بخواهد که تغییرات بیاره در یک مملکت میدیا بهترین رای چینج است. از او خاطر ما اونم وقت فکر کردم که من چاره ندارم اما قدر که بی‌جرأت هستم ما باید مجبور شوم که آهنگ بخوانم یا در میدیا اسم بگیرم به عنوان جورنالیست که بتانم که امی کار انجام بدم که برای خانما در خانمای افغان و طفلای افغان یک خدمت کنم تشکر واقعا شما یک انسان خوشبخت هستین چون پدر جانتان پالیتان هستن امروز مادر جانتان پالیتان هستن از کانادا آمدن راستی خوشبخت هستم انشاءالله میخوایم که بیاین پدر جان شعر نوشته کرده بود شعر خواندن دختر افغان که در 2009 که مشهور شده بود و شما همی ارمان و مقصدتان هدفتان همو بود که استیج صدای زن برسانید قسمی که تا قصر سفید رساندید بلکل بله و امروز فکر کنیم که اولین نخستین بار هستن که مادر جانتان روی تلویزیون یا روی شیشه میهند صدای زن رو میخواییم که بشنویم اونا رو باز میخواییم و آمدن شما در سویدن فکر کنیم نخستین بار بود که شما آمدین کنسرت دادین یا خیلی در لوند نخستین بار بود من سویدن بسیار زیاد دوست دارم امی افغانای سویدن همه جای گفتیم همه گی میفهمن که سویدن بیخی در می قلبم جای گرفته افغانایی که در ایجا هستن راستی واقعا بهترین شخصیت هستن بهترین انسان هستن و
همیشه خوش دارم که اینجا بیایم و دور هموطنای خود باشم. تشکر. علتش همی بودن که تقریبا 100 نفر بیرون دروازه ماندن متاسفانه، ولی اینجا یک قانون است دستیدن. بله. قسمی که یک حال به خاطر 500 نفر باشه یا 600 یا 700 نفر از او یک اجازه نمیدن. و علتش همی ما این تجربه را هر دفعه که آمدیم در سویدن داشتیم. بسیار بسیار استریکت هستن. فایر دپارتمنت میگه که یک نفر دیگه اجازه نیست. همونطور بودن. باور کنین که دوستای شخصی ما بودن ولی نتانستن که چون که قانون نمیجا. ولی فامیل ما حتی نتانستن. در یکان کانسرت هایی که در سویدن داشتیم حتی فامیل خود نتانستیم دعوت کنیم. یک دفعه 150 نفر بیرون ماند، تیکت هم گرفته بودن اما چون تعداد زیاد شد اجازه ندادن. فایر دپارتمنت قطع کرد سرشان. ما مجبور شدیم که دمو برف دمو خوراکی در برف در لباس کانسرتم رفتم بیرون برای از اونا خواندم و مزد خواهی کردم و دوباره برشان آمدم سویدن خواندم. ببینین همه محبت شما را درک کردن. میفهمن که من بسیار زیاد دوستشان دارم. بله. پیش از اینکه مادر جانت بیا صرف دو کلمه سه کلمه درباره کتابتان بگوین که در بین کتابتان چیزای تجربه که ما فهمیدیم چیزای جدید است. بله. نکنین که همه طور هستن فکر کنیم. بله. در 2009 که رفتین در 2009 تا 2012 تجربه را که دیدین اونجا بعضی حالات هایی که دیدین در اونجا نوشتین همه طور هست؟ بله. ما خودم نوشته نکردیم. این پابلشینگ کمپانی مرا اپروچ کرد از 2010 که ما برنامه مجده شو را برنامه مجده را در افغانستان آغاز کردیم. بسیار زیاد آفر آمد از پابلشینگ کمپانی های خارجی که یک کتاب یا خودم نوشته کنم راجع به داستان زندگیم و یا اگر اینا یک کس یک جورنالیست بگیرن که امی کار کنه. باز چندین آفر آمد، من قبول نکردم. اون وقت آماده نبودم و راستی داستان فکر نکردم که یک داستان داشتم که بگویم. در 2017 که مرا گری ستون پابلشینگ کمپانی ملاقات کرد، من اون وقت احساس کردم که آماده هستم و گفتن که خودت میخوایی نوشته کنی بایوگرافی را یا میخوایی که یک کس دیگه. باز یک دوستم بود که اونا انتخاب کردن، یک جورنالیست بسیار برجسته کاناداست. اونا قبول کردم که اونا از امی داستان ما نوشته کنه. و یک چیز است که در کتاب خارجی وقتی که آدم داستان خود نوشته میکنه یا بایوگرافی آدم میباشه، از سر تا سر کتاب باید واقعیت باشه. اگر خبر میاریم تو چی نیست که ساختگی باشه یا هیچ. و اصل گپ میگم و زیاد مردم نمیخواین که رازای زندگی خود بگوین یا همیشه زندگی خوشی و خوشحالی نیست، بسیار مشکلات هم هست. و در این کتاب اینمی جنجال هایی که دیدیم خودم و از دیگه خانم ها و برنامه را که آغاز کردیم همی هر چیز کلش در این کتاب است. در کدام زبان است و فعلا در کجا یافت میشه؟ فعلا در لسان در زبان انگلیسی است و در امریکا، کانادا و انگلستان در اوجه چاپ شده و از طریق ای بوکس میتونه که هر کس از طریق آنلاین بخره. در amazon.com هم در این سه مملکت میتونن که هارد کور از او اوردر کنن بگیرن. و حال فعلا امرای یک پابلشینگ کمپانی داخل افغانستان به نام وجه امرای از اونا میخواییم کمکاری کنن. اونا ملاقات کردن که اگر بتانن که بر ترانسلیت کنن به دری و دری و پشتو. اونا بسیار کوشش میکنن و ما پابلشینگ کمپانی خارجی را گفتم که امرایشان ملایم باشن از خاطر میفهمم که در سه پول و چیزا افغانستان کم شرایطش فرق میکنه از دیگه مملکت ها. دیگه فعلا تقریبا 15 لسان دیگه که امکان داره، یکیش سویدش باشه، یکیش جرمنی و فرانسه و چیزا. بله. آستا میام. تشکر. بینانه عزیز، باش که ما در پشتو یک چند کلمه بگویم. بفرمایید. مجده جمعزاده چی در افغانستان که خونزه جوری کنید. افغانستان که لکوچنیان و ماشومان و لخزو سره مرستی کنید. من گفتیم که مجده جمعزاده در افغانستان مکتب ساختن، مکتب جور کردن. بله. در جای جور کردن که اوجه اصلا مکتب نبود. بله. در جای مکتب جور کردن که اوجه اصلا دختر نمیتونست که مکتب برن. بله. شما قسمی که در اول در انترویو اول گفتیم که شما نه تنها که هنرمند هستین و میخونین، تا
درباره مکتب در افغانستان که ساختین و ما میفهم که ایگه با شما نمیگفتین چون ما گفتیم همون تو راست نه؟ شما نمیگفتین ولی شخصیتتان، کرکترتان میفهمیم از خاطر ایره در پشتو گفتیم که مکتب خونزه ما میگیم در پشتو پا حق زینو که خونزه جوری کردی چه پا حق زینو که انجونکیانی مکتب تا اصلا نپری خود کدلی ولی پالی مکتب شما زیاد کت مردمی که در قریه میشتن کت شان صحبت کردین که دخترایتان در 15 سال یا 14 سال شود که شما عروسی چیز نکنین نامزاد نکنین همون طور هستن کم یک دقیقه درباره مکتب درباره قصه کنین در وقتی که در افغانستان بودین در افغانستان من در زیاد ولایات رفتم و قریه رفتم و امرای زیاد خانم‌ها صحبت کردم و تأسف کردم بسیار برم بسیار من جگر خون ساختم را یگان خانم‌ها که گپ زدم اونا بر من گفتن از ما خو خلاص شد دیگه از ما وقت ما خلاص شد و ما نتونستیم که از زندگی خود چیزی کنیم گفتن که اگر بتونی که یک کار برای دخترای ما کنی که هنوز جوان هستن و هنوز آینده دارن من بسیار جگر خون شدم که دیدم که خانم ها یعنی زندگی خود از دست دادن تقریبا از اون خاطر من بسیار زیاد کوشش کردم که مکتبای درست کنیم و امرای از این خانواده همچنان ملاقات کردیم شیشتیم امرای پدر جانشان امرای خانمشان مادر جان و پدر جان از این دخترها پرسان کردیم که مثلا منظور هدفشان چی است و منظورشان چی است که نمیمانن دخترهایشان مکتب برای یکی گفتن که میخواییم که ازدواج کنن میخواییم که یعنی امی شرایط و خود سیفتیشان یعنی در خطر هستن وقتی که بیرن مکتب از خاطر رای دور باید برن از اون خاطر خواستیم که مکتبها را نزدیکتر برشان درست کنیم ما کردیت همه کردیت نمیگیرم از خاطر من امرای یک ارگانیزیشن کار میکنم من امرای چندین ارگانیزیشن کار میکنم یکیش هست که برای شفاخانه در کابل بسیار زیاد کمک کردن که ما کنسرت انداختیم که اونا از طریق کنسرت ما پول جمع کردن و پول خودشان رفتن در کابل امرای ما و این کارا را پیش بردن در این وقت یک پروژکت بود امرای یک چریتی کانادایی که اونا یکیش بیکن اف هوپ بود و دیگیش ا بیتر ورلد امرای از اونا همکاری کردم و یک پروژکت داشتیم به نام 100 کلاسروم پروژکت که اینه می هدف ما بود که 100 صنف دیگه درست کنیم برای دختر خانم ها اینه می را دیگه تقریبا 2 سال پیش تکمیل شد 100 تانستن که 100 کلاسروم صنف جور کنن بله تشکر آره بخیر مادر جان تا میخوایم پیش از اینکه مادر جان تا بخوایم که امروز ما افتخار میکنیم انجمن افغانا در لون جوان هستن که امی افتخار را به ما بخشیدن با مردم سویدن بخشیدن که شما را از کانادا دعوت کردن و تشکر که شما پذیرفتین آمدین اینجا اونا را هم بخیر انشاءالله در آخر معرفی میکنیم که نخستین بار هستم که ما تو جوانا را میبینیم که ماشاءالله کانسر در چقدر منظم بله بسیار منظم رقم منظم بسیار. که نخستین بار هستم که در اروپا ما این رقم کانسر دی منظم را میبینیم راستی بیخی به سوی خارجی اینا پیش رفتن هیچ باورم نشد که اقدر اینا راحت بودن ما هم راحت شدم اقدر منظم میگرن گفتم میرم بسیار زیاد زحمت کشیدن فرزا جان بسته تیمشان همگی که جز اقدر احساس راحتی میکنم اقدر محبت و دوستی و همه چیزی که ایجا احساس کردم راستی منتظر هستم که باز هم لوند بیایم بخیر انشاءالله میان بخیر یک گلاز شان دارم که باید این دفعه شما را میخوایم باید برای 2000 نفر یک حالا بکنیم آه بخیر نه که این روز واره که 600 نفر که باز نفر جای نشه خب فعلا مادر جان تا میخوایم اوکی که روی صفحه بیا روی تلویزیونی شوشه بیا بسیار خوب و تشکر از این که مادر جان ما هم خواستین بسیار اونا اصل نفرایی که راستی پشت ما بودن و امی هدفا اصلا از طرف مادر جان و پدر جان ما است که همیشه ما را حمایت میکنن ما از اون خاطر میخوایم که بسیار زیاد تشکر چون که در اروپا در خارج وقتی که طفل کلان میشه اصلا زبان خدا فراموش میکنم شما 5 ساله بودین که کانادا رفتین
امروز قسمی صحبت میکنین که در افغانستان تولد شدین، در افغانستان کلان شدین. کوشش این پرسان هم میکنیم از مادر جانه. درست است؟ بیخی درست است. قسمی که بیشتر گفتیم که مادر جانه مجده اجمال زاده میاین. ما افتخار میکنیم، نه تن همه، همه افغانان، که امروز دختر خدا، ژورنالیست، روابط سیاسی، فیلم اکتر، هنرمند و از عطیفه پر انسان تربیه کردن و این را می خواهیم که از مادر جانش پرسان کنیم که شما دخترتان یک است و مسلکش نام خدا شش هفت مسلک دارند. شما با بیننده ها کمی توضیح بدین با اون مادرها که دخترایشان میجا به دنیا میان یا صرف تنها دکتر میشه یا صرف یک ژورنالیست میشن، با اونا هم امی چالنشان بدین. خب اول سلام و احترامات تقدیم میکنم بر تلویزیون ملمو و همچنان بر هموطنان گرامی ما که در تمام دنیا قرار دارن زندگی میکنن. سلامات و احترامات خود برشان تقدیم میکنم. موضوع سوال شمایی بود که یک مادر چی رقم میتونه امرای دخترای خود یا امرای اطفال خود باشن که یعنی مورد حمایت، حمایتشان بسیار مهم است. یک مادر، مادر است، احساساتش بسیار بسیار حساس است و جامعه ما جامعه است که قبول کرده نمیتونن که مثلا امی مادر احساسات خود بتانه تبارز بده و امرای مخصوصا امرای دختر خود یا اولاد خود نزدیک باشه، چون جامعه مو رقم ترتیب شده که دختر باید وقتی که زاده میشه بعد از زو باید برای زو آشپزی را یاد بتن و به مو راهی که همگی روان شده به مو راه امور را طی کنن. حتی همونطور که شما گفتین فرمودین که دکتر شو یا انجینیر، کاش که مادرها یا والدین، منظورم تنها از مادران نیست، از والدین که وقتی که شریک زندگی میشن پدرها و مادرشان، والدین باید هر دوشان یک جای کار کنن. از دو سبب اگر در رشته درس باشه باید همراهشان حمایت کنه و توجه از اینا 100% به این نباشه که 14 ساله 15 ساله شدن اینا رو نامزاد کنن، به خاطر از اینکه مو وقت از اینا وقتی که میخوان تحصیلات کنن، وقتی که میخوان به جای برسن، امو دنیمرا خفه میشه. دیگه ما فقط میخوام از مادرای عزیز خود خواهش کنم که مردم به هر صورتش گپ میزنن و یه در جامعه‌ای که مثلا عقب مانده است کمه یا جنگ است در اون ممالک، مردم زیاد متوجه از این چیز هستن. شما فقط متوجه اولاد خود باشین، متوجه دخترایتان زیادتر باشین، چون پسرها خود میرسانن، اما دخترای خود با پلویشان باشین. وقتی با پلویشان باشین کس چیز گفته نمیدن و بگویه شما هدفتان میفهمین که هدف مثبت است بر اولادتان. امروز وقتی که مجده جان یعنی یکی از دختران است که نمایندگی میکنه به خاطر نه تنها به خاطر هنر خود، اونا پای ماندن به هنر به خاطر از اینکه پیام خوده به مو صورت به جهان برسانه که خانمای افغان به چی حالت هستن. دخترای 12 ساله را مثلا عروسی میکنن یا به خاطر پول یا به خاطر نمی کلچر یا به خاطر کلتور، هر رقمی که هست. موضوعات است که مجده جان می تنها بر دختران، بر خانما، وقتی که پیام خدا میخواد به تمام دنیا برسانه، تنها به افغانستان نه، که متوجه شوه مردای ما و شما، آقایان ما و شما باید متوجه از این موضوع شوند. با خود خانم خود یعنی پالو در پالو قرار بگیره و اونمو دختر خود حمایت کنن، برسانن، مکتب بخونن، هر رشته را که خوش داره باید به مورشته پالوش باشه. به نظر من یک دلیل میتم که چرا مهم است که والدین دخترای خود یا متوجه دخترای خود باشن که اینا تحصیلات کنن و کار کنن در آینده و درس خود بخونن، از خاطر
اگر شما ببینید مملکت های خارجی، مملکت هایی که خانما و آقایان تقریبا مساوی پیش میرن و همگیشان امی عقل حقوق دارن که درس بخوانن، کار کنن، در جامعه جای داشته باشن، همگی از این مملکت ها بسیار مملکت های پیشرفته شده و پیشرفته است. و اگر ببینین که مملکت ما متاسفانه یکی از پسرفته ترین مملکت هاست، باید واقعیت آدم بگویه، و یکی از دلیل هایش این همیست که همیشه خانم ها را پس ماندن. و مثل که خانم جویا گفت که اگر پرنده که امرای یک بال نمیتونه پرواز کنه، و این این چیز است. و تا که اینمی در جامعه ما اینمی چیز جور نشه، همی کلتور جور نشه و درست نشه، و خانوما و دخترای جوان امی چانس نداشته باشن که مساوی پالوی مردا در جامعه جای داشته باشن، مملکت از این جای پیشرفت نمیکنه. بله، تشکر میکنیم که میفهم که قسم شما گفتین که ما مردم سویدن یا خصوصا که افغان ها در سویدن زندگی میکنن زیاد دوست دارین، کلگی منتظرتان هستن، تقریبا 6-7 نفر هستن، درست هستن؟ بله. و ما نمیخواهیم که اونا منتظر باشن. اما باز هم تشکر از این که ما را چانس داریم و مادر جانم را چانس داریم. تشکر از شما، تشکر از شهر لند، از افغان های ما در سویدن و در تمام جهان که هستن، از حمایتشان بر مجد جان و بر خانما. یک چیز دیگه میخوایم بگم، دلیلی که من سویدن افغانای نازنین من در سویدن قدر دوست دارم، دلیلش ایست که اینا بسیار بسیار مفکورای پیشرفته دارن، افغانای ما در اینجا، و آدم میبینه که همگیشان موفق هستن. تشکر. زنده باشین. از وقتتان یک جهان تشکر. تشکر از شما. از کشور کانادا اومدین، لرای دور تاجیا سفری کردین. تشکر. و دل ما هستن که 100 200 هم رایتان تشکر، چون که شما چیزایی دارین که قسمی گفتین بیشتر که در 2 سالم خلاص نمیشه. بله. و پیامای خوب خوب. بله. و در آخر تشکر میکنیم مزر جان از خودت، یک جهان تشکر که وقت خود را به ما دادین. و در آخر کنم پیامی دارین تریزون در خدمت نگانی، خدا حافظتان. بخیرم، پیام ما و مادرم یک چیز است که جوان ها را همیشه تشویق میکنیم که تحصیلات خود را پیش ببرن. بله. و یگانه چیز است که هیچ کس از پیش آدم گرفته نمیتونه. تشکر. زنده باشید. تشکر. تشکر از شما. تشکر. یک جان ممنون. فعلا وقتی رسیده که قسم پیشتر در مصاحبه مجدد جان گفتیم که ما افتخار میکنیم به قسم که امروز پالوی ما نشستن، جوان هستن که امروز 700 نفر، فکر میکنین که 7 نفر ششتن اونجا، ولی هست 7 نفر، 700 نفر، بخاطر 7 نفر که منظم، یعنی چند سال که هستن ما رسیدن زندگی میکنیم، بار اول هستن، نخستین بار هستن که ما قسم کانسر دا میبینی که منظم، و افتخار میکنیم بدون از این که امروز کانسر دا معنی دارن که یک افتخار برای افغانستان میباشن، یک افتخار با جوان ها می باشه، یک پیام می دارن. هر جوان ها که شیشته، هر کدامشان از خود یک پلان بزرگ دارن. می خواهیم که بشنویم ما جوان ها امروز افتخار ما هستن. چهار برادر خوش آمدین، صفا آوردین، از وقتتان یک جان تشکر. هر کدامتان که می خواهیم قصه کنین از امروز. ما اول سلام و احترامات خدمت بینندگان تقدیم میکنم، همچنین از خودتان و تشکری از گروهی که انجمن آفگ لون که توی 2014 ما ایرا راه انداختیم، هم از همکارای ما که واقعا مرتضی جان، نبی جان، پرتا جان و همچنین مردم که تونستن با ما همراهی کنن که یک شب خوب و به یاد ماندنی داشته باشیم. تشکر. قسمی که گفتیم 2014 انجمن لون افغانا بله تأسیس شدن، شما چی فعالیت میکنید؟ کلمان در تمام کارا هستیم، یعنی یه 7 نفریم که مشورت با هم دیگه میکنیم، همیشه هر کاری رو بخوایم بکنیم با هم دیگه صحبت میکنیم. فقط نتیجه این که الان 700 نفر دارن اونجا میزنن میرقصن، اینا همش جلسه و برنامه ریزیه که نشستیم دونه دونه همه نشستیم صحبت کردیم با هم دیگه، یعنی روزها وقت گذاشتیم، ساعت ها وقت گذاشتیم، نشستیم صحبت کردیم که بتونیم راحت وقتی الان 700 نفر دارن اونجا جشن میگیرن، ما نشستیم راحت تنیم صحبت میکنیم. ببینین یک مثال بزرگ هستن
4 نفر اینجا نشسته و 7 نفر 700 نفر اونجا خوش نشستن، هیچ استرس ندارن. باور کنین که یک کانسر گرفته میشه که 200 نفر بیان، باور کنین که یک استرس کلان بزرگ میباشن به خاطر که منظم نمیباشن. امروز که کانسر منظم هستن ببینین بچا خوش هستن، اصلا فکرتون نمیه که اینا خسته هستن کار عمل قسم ششتن که میمان زنده باشه. شما بهتر نبی هستم از لون و از شروع انجمن همکاری داشتم با اینا و از شروعش اصلا فکری رو نمیکردیم که همچین کنسرتی رو بعد از چند سال بخوایم بگیریم، اصلا فکرش نمیکردیم و هدف از این کنسرت حمایت از خواننده های نسل جوان ما بود که بتونیم هم حمایت کنیم خواننده های نسل جوان ها و همی که شادی بیاریم برای مردم خود ما که در سویدن زندگی میکنن و این فکر نمی کنیم که 700 نفر بخوای برای کنسرت بیای و در این شادی سهم داشته باشه با ما، اصلا این فکر نمی کنیم. واقعا خیلی خوشحالیم و این پلان ریزی نتیجه داده تا الان. تشکر. یک چیزی که یادآوری کنیم این هستن که سر میزا آمدید مهمانا که آمده بودن، باور کنیم که در یک عروسی آمدن، شما یک قدر اونا را محبت دادین، میوه آوردین برشان، آب یخ آوردین برشان، بعد از اون نان برشان آوردین. یعنی نه تنها ای است که شما اونا را به خاطر مجدجان خواستین یا به خاطر آهنگ یا به خاطر نه فرهنگ خود افغانی تنها برشان نشان دادین. باور کنین که ما میوه خشک میوه خشک چای سبز باور کنین که ما در روسی قدر خدمت ندیدیم که شما قدر خدمت کردیم و شما را که دیدیم زیاد زحمت جوانا را خوش نگاه کردیم، جوانا را اجازه دادیم که بیاین. شما اگه چیزی گفتنی دارید؟ همه تو که نبی جان گفته که ما اصلا فکرش نمیگردیم که یک زم مردم برای کنسرت بیاد، چون ما قبلا کار کرده بودیم، کارهای خوردتر از این بوده، ولی این یکی خیلی بزرگتر از چیزه. ولی خدا رو شکر بچه ها با کمک پرسنلی که داریم بیرو همه برنامه ها با خوبی پیش میرن. خدا رو شکر ما خدا رو شکر میکنیم که مردم هم خوشحال باشن از این مهمان نوازی ما. خوش هستم کلاگی همگی خوش بودن و خوش میگذرن. داخل شما میفهمم که پیامتان بزرگ هستن، میفهمم که پلانتان بزرگ هستن، چون وقتی وقتی نیستم که مهمان هستن اونجا، وقتی کانسر هستن وقتی شما را زیاد نمیگیرین. اگر کوتا یک پیام یک پیغام دارید معلومه تر زنده خدمت شماست. من فقط میخواستم بگم که این تنها شروع کار ماست. بله. یعنی در آینده ما قطع کارهای شد از این بزرگتر، از همچنین که نبی جان گفتن ما حمایت بخواهیم کنیم از خواننده های جوان ما، خواننده هایی که در کشور وطن ما هستش. یعنی این فقط آخرش نیست، تازه شروع کار ما هستش و امیدواریم که در آینده هم تعداد بیشتر و همچنین مردم راضی باشند در این کنسرت، کیفیت بهتر، حمایت مردم هم خیلی مهم است. تشکر. زنده باشین. تشکر. مرا هم میمان آوازی کردیم. سلامت باشین. خوش باشین. زنده باشین. سلامت باشین.